هر چه میدویدم نمیرسیدم. فکر میکردم راه طولانی تر شده، فکر میکردم الان جنت آباد غلغله است، همه دور علی جمع شدند و صدا به صدا میرسند. فکر کردم همه مثل من از دیدن علی شاد میشوند. چیزی که برای ما شادی آفرین است، برای دیگران هم حتما هست. ولی وقتی رفتم تو دیدم اینطور نیست. جنت آباد خلوت بود. تا چشمم به لیلا افتاد با خوشحالی بغلش کردم، محکم بوسیدمش و پرسیدم علی کجاست؟ گفت چته؟ چرا اینجوری میکنم؟ نمیدانست درونم چی میگذرد. هول میزدم، انگار میخواستم همه را کنار بزنم. دویدم طرف زندان، در واقع توی بغلش پریدم و با هیجان گفتم علی اومده، علی اومده. با روی گشاده گفت چشمت روشن، خدا رو شکر، این همه علی علی میکردی، بالاخره علی اومد. گفتم حالا علی کجاست؟ لیلا گفت زهرا چت شده؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا هولی؟ زینب گفت خب حق داره، منم جای زهرا باشم همینطوری میکنم. پرسیدم خب پس علی کو؟ گفت رفت مسجد شیخ سلمان پیش دا. دست لیلا را کشیدم و گفتم بیا بریم دیگه. حس کردم تمام هیجان و بیقراری لیلا با دیدن علی به آرامش رسیده، حالا سبکبار و ساکت است. گفت صبر کن، هول نزن. گفتم نه بودو بریم، باید بهش برسیم. دستش را گرفتم و راه افتادیم. می دویدم و می کشیدمش و هی می گفتم بودو لیلا بودو. توی حال خودم نبودم، نفسهای عمیقی می کشیدم و می گفتم آخیش خدایا شکرت، دیگه علی اومد، دیگه غمامون تموم شد. لیلا می گفت زهرا این کارا رو نکن، هر کی ببینه میگه این دختره دیوونه شده. گفتم آره من دیوونه شدم، از ذوق علی دیوونه شدم. تو نمیدونی من چقدر خوشحالم، مسئولیت رو دوش تو نبوده، بفهمی من چی کشیدم. ولی حالا رها هستم، رها از سنگینی مسئولیت. از خوشحالی نمیدونم کی رسید. از دم در مسجد شیخ سلمان هر آشنایی را دیدم، هول هولکی سلام می کردم و گفتم علیمون اومده. بچه های عمو غلامی، زن علی سالاری، دختر ننه رضا و همه با خوشحالی جواب می دادن چشمت روشن، خدا رو شکر. اینها را کنار زدم و توی حیات صدا کردم دا دا علی اومده. برای اولین بار دارا بعد از شهادت بابا خوشحال دیدم. گره ابروانش باز شده، آن غم از چهرهش رفته بود. به طرفش دویدم و با هیجان گفتم دا علی رو دیدی؟ گفت ها ماما دیدمش. این لحن دانشان می داد که خیلی خوشحال است. هم دیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم. گفتم خدا رو شکر دا، دیگه قصه ها تموم شد. چشمایش پر از عشق شد، به ته چشمانش خیره شدن. حالتهای دارا خوب می شناختن. به نظرم آمد باز ته نگاهش قصه که هست هیچ، یک نگرانی دیگر هم اضافه شده. می دانستم نگران علی است، علی که یک جا قرار نمی گیرد. دستهایش را گرفتم، رو در روی هم بودیم و توی چشمهای هم نگاه میکردیم. پرسیدم دا علی کجا رفت؟ گفت علی گفت میرم سپاه. از ذهنم گذشت
علی به لیلا گفته دیگه نمیتونم صبر کنم، میرم خط. علی حالا به دا گفته بود میرود سپاه. چیزی بروز ندادم. دا ادامه داد علی گفت میره سپاه، دا کن نره جنگ. گفتم دا این حرفا رو نزن، مگه علی از جوانای دیگه عزیزتره؟ مگه اونای دیگه برای مادراشون عزیز نیستن؟ نمیدانست چه بگوید. بهانه آورد که خب چرا، ولی دست علی زخمیه. گفتم خب عیب نداره، خدا بزرگه، پسر چیره، باید بهش افتخار کنی، میخواد با همین دست زخمی بره به جنگ دشمن. دعا کن براش خدا حفظش کنه بتونه بجنگه. گفت پناه بر خدا، توکل بر خدا. همسایه ها هم که دوروبر من را گرفته بودند با خوشحالی گفتند خدا نگهدارش باشه، علی اکبر امام حسین یاورش باشه. گفتم دا من چی کار کنم، من علی رو ندیدم. گفت بازم میاد. گفته بازم میاد. به امید دیدنش سریع به مسجد جامع برگشتم. هوا دیگر تاریک شد. همین که وارد شدم چیز عجیبی، یکی از سربازان پادگان دوش با آن قد بلندش دراز به دراز جلوی شبستان مسجد روی زمین خوابیده. هیچ چیز زیر یا رویش نبود. تعجب کردم. رفتم جلوتر. توی آن تاریکی اول شب نگاهش کردم. پوتین و شلوار سربازی با یک کاپشن نظامی به تن داشت. صورتش را با نور چراغ قوه‌ای که آدم‌های اطراف رویش انداخته بودند دیدم. جوان سفیدرویی بود که رنگ پریدگیش سفیدی چهره‌اش را بیشتر کرده بود. پرسیدم این کیه؟ چرا اینجا خوابیده؟ گفتم یه درجه دار ارتشی، از وقتی آوردنش هم اینجا خوابیده، هرچی هم باش حرف می‌زنیم جواب نمی‌ده. از این که با این حال و وضع روی زمینم لخت خوابیده بود دلم برایش سوخت. فکر کردم الان خانوادهش مخصوصا مادرش چقدر به فکرش هستند. رفتم داخل شبستان مسجد، پتویی برداشتم، توی درمانگاه سرک کشیدم، کاری نبود. آمدم بیرون، پتو را روی سرباز کشیدم و بالا سرش نشستم. نمیدانستم او را موج انفجار گرفته و موج انفجار چه اثراتی دارد و با آدم چه می کند. شروع کردم به ذکر گفتن. آیت الکرسی آمن یجیب خواندم. از خدا خواستم سلامتیش را به او برگرداند. سرباز نگاهش را به آسمان دوخته بود. حالت وحشت زده ای داشت. گاه سرش را بر می گردند و این طرف و آن طرف را نگاه می کرد. یکی دو بار چشم تو چشمم شد. خیلی ترسیدم. نگاهش خیلی ترسناک بود. باز ذکر خواندم. چند بار دخترها آمدن رد شدند و به هم گفتند تو بیکار اینجا نشستی؟ ول کن بابا، این هیچیش نیست، خودشو زده به دیوونگی، تمارز میکنه، میخواد از خدمت فرار کنه. گفتم اینجا کسی جلوی کسی رو نگرفته، اگه این میخواست فرار کنه کسی مانعش نبود، این مریضه، از چشاش معلومه. خیلی ناراحت شد. فکر کردم علی هم چند ماهی توی تهران قریب بود، معلوم نبود آنجا توی بی کسی چه کار میکرد. به محمود فرخی که مرتب توی مسجد در حال رفت آمد بود گفتم آقای فرخی اینو ببرمش تو، زمین خیلی سرد. گفت نه این حالش بد میشه، سر و صداش مانع استراحت بقیه است. یک ساعتی سرباز به همین وضع بعد دستش را صاف گرفت به طرف آسمان و همانطور نگه داشت. چند بار گفتم دستتو بنداز، محل نگذاشت. رد دستش را نگاه کردم، شیئی نورانی توی آسمان دیده می شد.
تشخیصش چندان آسان نبود. به او گفتم هواپیمای شناسایی دشمنه. بدون اینکه عکس العملی نشان بدهد دستش به همون حالت مانده بود. امیدوار بودم با ذکرها و سوره‌هایی که میخوانم حالش بهتر شد. یک دفعه بدنش شروع کرد به لرزش. قزوان میگفت و سمسم تا آقای نجار به دادش برسد چند بار خودش را بلند نبود زده. دو سه نفر از آقایان دویدن دست و پایش را گرفتن، اما جوان خیلی پرزور شد و کسی جلو دارش نبود. کمی طول کشید تا آمپول آرامش آقای نجار بسند. جوان درجه دار آرام گرفت و کم کم خوابش بود. مطمئن که شدم خواب رفته، بلند شدم رفتم داخل مسجد کنار دخترها که هنوز بیدار بودند و حرف می زدند نشستم. هر کس از جایی می گفت. هوا مهتابی بود، به وضوح همه چیز را مشخص می دیدم. بچه ها کف درمانگاه را موکت پهن کرده کفش هایشان را در آورده بودند. پرده دور ما احساس امنیت بهتری به من می داد. به دیوار تکیه کردم. خیلی خسته بودم اما خوابم نمی برد. همینطور که به حرفای دخترها گوش می دادم چشمهایم روی هم رفت. نیمه های شب طرف های ساعت 2-3 با صدای بگیریدش نظرید به خودش آسیب برسونه سراسیمه از خواب پرده. اونجا نفر افتاده بری کمکش. آقای نجار قبل از من رسیده سرنگی دستش کنه. فهمیدم باز آرام بخش تسلیم. رفتم جلو. چند نفر دور آن درجه دار را گرفته بودند. دو نفر دستهایش را چسبیده بودند. سعی میکردند او را بخوابانند. توی آن مهتاب خونی که از سر و رویش میریخت میدیدم. با تعجب پرسیدم ای این چرا اینجوریه؟ گفتند خودشو کوبیده به دیوار. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب خاطره ها نور پشت